حمید استیلی سرمربی جدید تیم امید، علیرضا ممفر و رضا شاهرودی رو به عنوان دستیاران خود انتخاب کرد. استیلی همچنین 35 بازیکن رو برای اردوی تیم امید که امروز آغاز میشه دعوت کرد. در پی تخلف تماشاگران در دیدار تیم‌های ذوب‌آهن و استقلال، باشگاه ذوب‌آهن 10 و استقلال 50 میلیون تومان جریمه شدند. استراماچونی سرمربی آبیا به دلیل رفتارش توبیخ شد و ملیچ بازیکن استقلال به دلیل هل دادن ناظر فدراسیون 2 میلیون تومان جریمه و یک جلسه محروم شد. همچنین باشگاه تراکتور به دلیل تخلف تماشاگرانش در بازی مقابل سایپا باید 10 میلیون تومان جریمه بپردازد. مهدی تارتار با انتشار مطلبی در صفحه مجازیش از هدایت نفت مسجد سلیمان کنارگیری کرد. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران عصر امروز در دومین دیدار دوستانه خود در عمان با تیم این کشور روبرو میشه. ملی پوشان کشورمون که اولین بازی رو مقابل این تیم بردن برای رقابت‌های قهرمانی جهان آماده میشن. به نوشته روزنامه آیس چاپ اسپانیا، عثمان دمبله بازیکن بارسلونا که در بازی دیشب مقابل سویا با کارت قرمز مستقیم از بازی اخراج شد، ممکنه به خاطر توهین به ماتیو لاوس داور مسابقه ال کلاسیکو را از دست بده.